شاگردان عیسی مسیح یوحنا. معنی یوحنا فیض خداوند می باشد. یوحنا نام یکی از 12 رسولان است. وی نویسنده 5 کتاب از کتاب‌های عهد جدید، مکاشفه، رساله اول و دوم و سوم یوحنا به انضمام انجیل یوحنا می باشد. ارتباط خانوادگی. نام پدر او زبدی و نام مادرش سالومه و برادر یعقوب رسول بوده است. نام وی معمولاً بعد از برادرش یعقوب آمده است که دلالت بر این دارد که یوحنا برادر کوچکتر بوده است. نام مادر وی به احتمال زیاد سالومه خواهر مریم مادر عیسی می باشد. اما این مورد توسط بعضی ها با تردید نگاه کرده می شود. سالومه یکی از زنانی بود که عیسی مسیح و شاگردانش را خدمت می کرد. شغل وی ماهیگیری و همراه با پدر و برادرش به تجارت ماهی می پرداخته است. او در ماهیگیری با پتروس و آندریاس نیز شریک بوده است. تعداد قایق‌ها و افرادی که برای آنها کار می کردند، نشان بر آن دارد که آنها دارای مؤسسه ماهیگیری شایان توجهی بودند. خوانده شدن. اولین خوانده شدن یوحنا توسط عیسی زمانی رخ داد که عیسی در کنار دریای جلیل قدم می‌زد. یوحنا با برادرش در قایق پدرشان مشغول تعمیر تور ماهیگیری بودند که عیسی از آنها خواست به دنبال او بروند. و آنها قایق را فوراً ترک کرده و به دنبال عیسی رفتند. در اناجیل لوقا و یوحنا این ماجرا با جزئیات بیشتری شرح داده شده است که شامل معجزه گرفتن ماهی به تعداد بسیار زیاد بر اساس گفته مسیح که باعث وحشت آنان از جمله یعقوب و یوحنا می‌گردد. نام وی در تمامی لیست رسولان مسیح در کتاب اناجیل دیده می شود. رسالت. از این زمان به بعد یوحنا جایگاه برجسته‌ای در بین رسولان پیدا کرد و همراه با پتروس و یوحنا از همراهان ویژه عیسی گردید. وی همراه با یعقوب و پتروس شاهد بر برخاستن دختر یایروس از مردگان توسط عیسی بود. یوحنا یکی از 3 شاگردی بود که توسط عیسی به بالای تپه‌ای برده شد و او حضور الیاس و موسی را با مسیح و تغییر چهره عیسی را دید. یوحنا همراه با یعقوب و پتروس تنها کسانی بودند که عیسی با خود به باغ جتسیمانی برد، ولی وی در آنجا همراه با 2 شاگرد دیگر به جای دعا کردن به خواب فرو رفت. تا این زمان هیچ نموداری از شخصیت یوحنا در کتاب مقدس دیده نمی شود. تا اینکه مدت کوتاهی پس از تغییر چهره عیسی بر بالای تپه، عیسی تصمیم گرفت که به اورشلیم برود و چند نفر را فرستاد تا در سامره برای ایشان محلی برای اقامت بگیرند. اما سامری ها به دلیل دشمنی با یهودیان به آنان محلی برای اقامت ندادند. یعقوب و یوحنا پس از اطلاع از جریان به عیسی گفتند دعا کنیم تا از آسمان بر آنها آتش ببارد، که نشان از علاقه و غیرت این 2 برادر به عیسی بود. اما عیسی آنان را ملامت کرد و به واسطه روحیه تندی که این 2 برادر داشتند به آنان لقب پسران رعد داد. یوحنا و یعقوب به واسطه تأثیری که تغییر چهره عیسی و سایر معجزات عیسی و آگاهی از آخرین سفر عیسی به اورشلیم و ایمان به سلطنت عیسی در ملکوت آسمان، از عیسی خواستند که در ملکوت او بر دست راست و چپ او قرار گیرند. هرچند که آنان پذیرفتند که از همان جامی که عیسی می نوشد بنوشند. اما عیسی به آنان گفت که اختیار نشستن بر دست راست و چپ او در اختیار وی نمی باشد.
در انجیل متی درخواست از عیسی توسط مادر یعقوب و یوحنا ابراز می شود. پس از ورود به اورشلیم، زمانی که عیسی در کوه زیتون مقابل معبد خدا نشسته بود، یوحنا یکی از چهار شاگردی بود که همراه مسیح در کوه زیتون بود و وی یکی از کسانی بود که در مورد خراب شدن ساختمان‌های عظیم و هیکل از عیسی سوال کرد. یوحنا به همراه پتروس مأمور تدارکات شام فصح، یعنی شام آخر، گردیدند. یک بار یوحنا به تنهایی در مقابل عیسی ایستاد و گفت: استاد، مردی را دیدم که به نام شما ارواح ناپاک را از مردم بیرون می کرد. ولی ما به او گفتیم که این کار را نکند، چون او جز به دسته ما نبود. با این گفتار یوحنا ما می توانیم کمی به شخصیت وی پی ببریم. وی مرد جوانی بود که در ردیف جلوی شاگردان قرار داشت و بسیار از شخصیت و موقعیتی که بعدها پیدا می کند فاصله داشته است. یوحنا و پتروس اولین کسانی بودند که مریم مجدلیه پس از آن که سنگ قبر را در جایش ندید به آنان اطلاع داد. یک روز پس از رستاخیز، عیسی باز در کنار دریای تبریه برای سومین بار در بین شاگردان حضور پیدا کرد. یوحنا نیز در بین شاگردان حضور داشت و شاهد معجزه صید 153 ماهی بود و در خوردن نان و ماهی با عیسی شرکت داشت. پس از عروج مسیح، یوحنا به همراه پتروس به خانه خدا در اورشلیم رفت و بر دروازه معبد لنگ مادرزادی بود که توسط پتروس شفا می‌یابد. پس از معجزه شفای شخص لنگ در دروازه معبد، پتروس و یوحنا توسط رؤسای یهود دستگیر و به زندان افتادند. پس از دستگیری و حضور در شورای یهودیان به سبب ترویج حقانیت مسیح، اعضای شورا آنان را اشخاص بی سواد و معمولی اما پر جرأت دیدند و دانستند همراهی با عیسی چنین تغییر شگرفی در آنان به وجود آورده و آنان را رها کردند. زمانی که رسولان فهمیدند که اهالی سامره ایمان آوردند، یوحنا و پتروس را به سامره فرستادند و در آنجا یوحنا و پتروس برای آنان دعا کردند تا روح القدس بر آنان قرار گیرد. پولس یوحنا و پتروس و یعقوب را ستون‌های کلیسا خواند و یوحنا یکی از کسانی بود که پولس را تشویق به خدمت در میان غیر یهودیان کرد. درگذشت. برای مدت حدود 70 سال یوحنا شاهدی استوار و دلیر برای عیسی مسیح و جلال وی بوده است. وی تنها رسولی است که گفته می شود به مرگ طبیعی و در سنین بالا درگذشته است. یوحنا پس از بازگشت از جزیره پاتموس که در آنجا به صورت تبعید به سر می برد و در حدود سال 98 بعد از میلاد در شهر افسوس درگذشت. نماد. نماد یوحنای رسول یک جام و یک مار که در حال خارج شدن از جام است می باشد و معمولاً روی تصویر یک سپر کشیده می شود. بنابر روایات، مبنای این نماد بر پایه داستانی استوار است که گفته می شود یک جام شراب آلوده به سم توسط اریستودموس که کاهن معبد بت دیانا بوده است به یوحنا داده شد و یوحنا بر بالای این جام با دست یک صلیب کشیده است و سم به صورت یک مار که نمادی از شیطان بوده از جام خارج می شود و یوحنا سپس جام را می نوشد. این افسانه حقیقت نمی باشد، اما به یاد ما می آورد که یوحنا به صورت معجزه از مرگ نجات می یابد. 27 ماه دسامبر هر سال روز یاد بود یوحنا می باشد.